سلام مدبکس چه شو چالم، خیلی خوش اومدید به مدبس کانال خودتون. بریم سراغ ترک بیخوابی. خیلی خوش برگشتین به کانال خودتون رفقا، یعنی صادق بلارام. بیخوابی و چرا همون موقع نمیری شما ترک رو؟ چرا میذاری فرداش میری؟ آره، اول اینکه اون موقع که اومدش همون روز و همون لحظه که اومدش که نتونستیم ریکورد کنیم، بعدش بچه ها برای ما دایرکت زدن که لطفاً اینو بلافاصله ریاکت نرین، اجازه بدین خود آرتیست هم ویوشو بگیره. خب به خاطر اینکه این ترک هایی که اینطوری هستن، شاید چون شما ریاکت میرین و ریاکشن های دیگه، نه فقط ما، کمتر دیده بشه. آخه خیلی دیدم که مثلا دایرکت اینطوری زیاد داشتیم. آره، انتقاد کردن بچه های دیگه ریاکشن. ببینید بچه ما روال کارمون همینه، الان هم که نرفتیم خیلی اومدن از ما انتقاد کردن که چرا به بقیه میرین و من دیگه باهاتون حال نمیکنم و فلان. چرا مثلا به ساسی رفتین، به صادق نرفتین؟ شما از رپ فارسی حالیتون نیست و مرسی. بالاخره من نمیدونم چی کار کنم. ببینی برم نرم، ولی این به بعد من میگم که اگر قرار بشه دیرتر بریم خود آرتیست اعلام کنه بهم. ضمن تازه کاری که پدرام آزاد، صادق، دلارام، یعنی تیمی که اصلا همین خواستم. خلاصه اینکه اصلا ایراد وارد نیستش دوستان، چون تیمی که این کارو کرده از تمام آرتیستاش گرفته پرودوسش فلان، اینا بچه‌هایی هستن که واقعا ما دوستشون داریم، حال میکنیم باهاشون و اصلا دیگه نمیتونین این چیز کنین، این انگ رو نمیتونین ما بزنین به ما، نمیچسبه. و تنها دلیلش این بوده که چند تا از بچه‌ها داره که ما داده بودن که اجازه بدین که اول کار خود آرتیست دیده بشه تو پیج خودش، بعد شما ریاکشن برید، و ما هم دیدیم که ممکن این منطقی باشه و اصلا بهتره که اول شماها کارهای این چنینی محتوایی رو مثل کارهای صادق، مثل کارهای علی سورنای عزیز به این چند بار گوش کنین، چند بار خودتون گوش کنین، خب بعدش بیاین ببینیم اصلا ما چیزی ازش میفهمیم نمیفهمیم، شاید ما هیچی نفهمیم، شما اومدین برای ما کامنت کردین که ما بفهمیم. اینم قشنگ آقا ولش کن. در صورت پدرام آزاد، صادق، دلارام، ببینیم که چه پختن و کاور آرتی که از یگانه اسفندیاری، انیمیشن دایرکتورم پوریار، موشن گرافیک دیزاینر صمیمی. خب کاور بچه، کاور خب در وهله اول که نگاه میکنی، خب یک آدمی نشسته و داره سیگار میکشه، روی پله نشسته، توش که فوکوس میکنی خب انگار همین آدم تو یک زاویه دیگه تو مغزش نشسته، نگاه کن این پله هاست و این آدمی که نشسته و این پله هایی که میره به دری که تو مغزشه. یعنی چی؟ یعنی این درگیری ذهنیه رو داره میگه، یعنی تفکری که کار میکنه، داره کار میکنه، فکر میکنه. خب و خیلی باحاله و شدیدن دارم خودتا برم سراغ ترک ببینم چی. یه جاهای دیگه شنگاه، چون اگه قرمز رو بزنیم کلا نماد این آدمه که به احتمال زیاد واسه همین قرمز گوشه ما تشخیص بدیم، یه جا دیگه پرت شده پایین، می‌بینی از چیزی تفکراتش انگار پرت شده پایین، از دود سیگارشه، این دود سیگارشه. چه باحال، ببینیم چی میگه. سرخی خاکستر عذاب باید باشه. برو بریم. پدرام آزاد میکشه ما رو. این نمادی که در کارهای قبلی صادق هم زیاد دیدیم و خیلی راجع بهش صحبت کردن تو ریاکشن قبل دیگه اینجا، ولی میدونین دیگه همه تو بازم با اون اینترو چقدر کلین. خیلی دوست دارم اینجوری، من خیلی دوست دارم که حالا بعدا یه دونه چیزی بذاریم با بچه ها ببینیم که هر کی با شنیدن اینترو تو چه فاز مودی میره، چون در حقیقت اینترو بخاطر اینکه تو رو ببره تو اون جوه، ولی متفاوته این جوه تو ذهن تو آماده میکنه که برات بگه، صحبت کنه، ولی با موسیقی نه خیلی قشنگ. منو در آرینقم هم بینیم زخم هم لسم، دستای من آلوده ان به حال دنیا تو مستم،
سیاه و دراری دتنم، راه حلات تو مسخرن، کلی حرف از تو دفترم، بست از اسباب رفتنم. همینو خواستم. اصلا اما شروع کرد، اصلا کف کردم. من از با اینترو وارد یه فضای تنهایی شدم. من خودم اینترویی که شنیدم انگار چقدر احساس تنهایی کردم و به نظر من ورس می همچین چیزی داره میگه. خب منو درارین از کم، این چه شروعی بود؟ وای میگه هم بینیم زخمه هم لسم. چرا چرا بینی یا لسه؟ به خاطر دراگ، به خاطر کوک و از بینی هم... و کلا حالا دراگ آره نماد اینه دیگه، به لسه جذب میشه هم از بینی استفاده زیاد دراگ نکنینا. حالا میگه چی؟ میگه دستای من آلودن با حال دنیاتون مستم. خب این دراگی که داریم ما دماش سوار میکنیم که باعث زخم بینی و لسه شده، اون کوکه نیست. این میتونه اون قمه باشه یا حال دنیاتون مستم. گفتم بهتون حس تنهایی گرفتم. این الان یک آدمی داره میگه که جدا از این دنیا است و با دیدن حال این دنیای مسته. چرا؟ چون حال این دنیای کس و شعره. مسته که نشه شده دیگه از این دراگی که مثل دنیای سیاهی دنیای دراگه. چون با اینکه منو درن از غم شروع شده، آها دارکنسه آره. چیز شده. چون دراگ هم تو رو میبره تو یه عمق خلصوار تنهایی دیگه. میگه این دنیا اینقدر چه، من خودم هم اینجا تو خلصم انگار تو آره. حال بعد که راست راست میگه تاراج، اون که دل گذاشت زیر پاهاش، تاس باز میریخ بالاش، یه قربونی جای پاداش، میتابید نورشو باز از دور، اون که بودش برا ما مأمور، کوبید پا واسه ما هر روز، بگه میوه از درخت نارس بود، سیلی سقوط لمس کرد، این برگی که سبزیشو زرد کرد. من رد نشم که بگی. ببین اینجا رو من یادم رفته، چون قبلش اصاب زدید که میگه راه حلاتون مسخره است، کلی حرف هست تو دفترم. این باز داره در حقیقت برمیگره به اینکه با حال دنیاتون مستم. چرا؟ چون راه حلاتون مسخره است. همونی که میگم کس شده دارید میگی اصلا خودتون علکی خوشی. اون راه حلا علکی خوش بودنه یه جورایی. اینکه مثلا حالا جلو تاینه میگم بنارس بود، سیلی سقوط لمس کرد، این برگی که سبزیشو زرد کرد، سوس سرما رو صبر کرد، این شاخه رو بی صدا ترک کرد، تو سینه زمست تو ساز میزد، گوش زندگی دستاشو باز میکرد، آخرین آغوش آخرین برگ شاخه برگاشو ناز میکرد. قلبی که برد چه تصویر سازی میکنه و از چه تشبیه های قشنگی استفاده میکنه. میگه که سیلی سقوط رو لمس کرد. خب حالا این سقوط، بعد اومده سقوط رو در مورد برگ داره صحبت میکنه، یعنی برگی که سقوط کرده سیلی سقوط رو لمس کرد، یعنی این سقوط ضربه‌ای که خورد، ضربه‌ای که خورد که باعث سقوطش شد. سقوطه اینه یه سیلیه. حالا سیلیه بچه ها یا میتونه اون دلیل سقوطه باشه یا میتونه باعث بیداری بشه. سقوطی که باعث بیداری شد، سیلی معمولا باعث بیداری میشه دیگه. برد آخرین آغوش آخرین برگ شاخه برگاش ناز میکرد، قلبی که برداره چین و چروک میشه، آدم وحشی تو دیده امور، خوشید خوشگله تیغ غروب، تناب و دیدی و کردی طلوع، میگفتی میارن آدم و کم اونجا که برده باوراتن، من باورامو دفن کردم تو قبرشون اما جاورتن. چه فلوی خوشگلی، فلوش خیلی فلوش خوش، اصلا کلا تون صدای صادق خوشگله قشنگه، بعد لیریکاش قشنگ اینجوری میشه اصلا بشین ساعت رو گوش کنی صدای صادق واقعا قشنگه. اینم به همه اشاره داره میکنی که قلبی که چینو چروک برداشته، خب باعث میشه که خورشید خوشگل تیر غروب و تمام بودید و میگفت، یعنی منظورش اینه که باعث میشه عدید عموم کنار کشه، آدم وحشی میشه که عدید اون خوش بکشه. باز اشاره به همون تنها، الان اولش کلا داره از انزوایی میگه که حالا یه خورده توش هم اشاره کرده دلیل این انزوا عشق شد و باری، یه لبخند خالی جای ترس تابی، قفل رو پاییز این فصل طولانی چند سالی. چقدر دوستان دلارامو خیلی خوبه، واقعا میتونم بگم از نظر من یکی خفن ترین آرتیستای خانومیه که توی مارکت فعالیت کنه. چون احساسی که اونجا نیاز، اول ببین این تیم خیلی خوبه، خب دقیقا میدونم پازل ها رو چجوری بچینن در این که بتونن اون احساس رو به تو منتقل کنن، ولی نمیدونم چرا مخاطبای رپ این روزا دوست ندارن این احساس بهشون منتقل شه. چرا؟ نمیدونم، به خاطر اینه شاید این ترک رو کمتر شنیده میشه و واقعا ناراحت کننده است بر من. تو این ترکیب رو ببین، تو این قشنگ احساس رو ببین تا کجا بهت منتقل میکنه.
فصل طولانی چند سالی هست که بیدارم، وابستگی دارم به این تنهایی، یه سرزمین بی آب و طرف دارم بیرنگاهی. واقعا دوست دارم انقدر که این تون صدات قشنگه اینا، که هیچی انقدر جوست و درست و خوشگل و خیلی تاثیر گذاره. واقعا خیلی دوست دارم، یعنی اصلا میتونم هزار بار اینو پشت سرم گوش کنم. من اصلا یه دفعه رفتم در این بیخوابی گم شدم خودم. و بچه ها کورس قشنگ داستان رو جمع کرده، من ورس یک ساده خیلی گیجم کرده، یعنی اصلا فکرم ویدیو رو دیده باشم گیج شدن خورده، ولی الان داستان جمع شد. بیخوابی، خود بیخوابی، نخوابیدن، خب که حالا از اولش با غم و دراگ و اینا شروع کرده، اول تو میبره تو برهه این که آقا شاید یارو از غم نخوابیده، از دراگ نخوابیده، از فکر کردن زیاد نخوابیده. ولی من فکر میکنم بیخوابی منظورش اینجا اون خواب غفلته، خوابی همه که خوابن و من بیدارم، خب؟ من آگاهم. میگه چه حرفایی که اشک رو دوباره تو کورس دارم میگم. خب یعنی اونجا هی اشاره میکنه با حال دنیا تو مثلا، یعنی حاجی شما تو قال قفلت خودتون اصلا نمیفهمی، واسه یه چیزایی سر و دست میشکونی، یه چیزایی رو باور میکنی، یه چیزایی رو به تخمتون میگه اصلا کلن، میدونی؟ میگه و یه حرفایی واقعا میدونی چرا من اینو فهمیدم رو کورس، چون خودم هم واقعا خیلی یه موقع یه حرفایی میمونه تو من میگم خیلی من اینو چجوری بگم وقتی نمیفهمی کسی. خب میگه که اشک شد و بارید، حقیقتایی که حرفایی که مثلا میگم اشک شد و بارید، بحث عشق داستان نیست به نظر من، عشق نیست داستان. خب میگه یه لبخند خالی جای ترس دابید، قفل رو پاییز این فصلتون، یه چند سالی هست که بیدارم. خب یه چند سالی هست که آگاهی رسیدم، آگاهی دسته چه جوری بچه‌ها، سیلی سقوطه، یه چند سالی هستش این آگاهیه، این بیداریه واسه من اتفاق افتاده و وابستگی دارم به این تنهایی. کدوم تنهایی؟ همین انزوایی که بیرون میشستش نگاه میکرده ما رو و دنیاشون مضحک بود در نظرش. چرا؟ چون تو خواب غفلته نیستش، این بیخوابیه، یعنی اینکه حالا همون کلمه بیخوابی استفاده کنیم براش بهتره. خب و میبینی که بقیه تو خواب غفلتن و چرا میگه من وابستگی دارم به این تنهایی؟ چون دیگه وقتی آدم به این آگاهیه میرسه یه چیزایی بیشتر میفهمه و درک میکنه، نمیتونه بپذیره اونایی که هنوز خوابن، اونایی که چنین، خیلی سخت میشه از این تنهایی، دیگه ترجیح میده تو تنهاییش بمونه. و به نظر من کورستان داستانو چیز کرد و میگه یه سرزمین بی آب و طرفدارم بی رهنگاهی، جایی که داریم تو زندگی میکنیم و میگه خب آب نشونه حیاته بچه، منظور نیستش که ما داریم تو بیابون زندگی کنیم، منظور اینه که حیاتی توش نیست، اجازه نمیدن که چیزی رشد کنه، سبز بشه، برگایی که زرد شدن، آفرین، درخت نارس نداره. خب و میگه بیرحمگاهی، این بیرحمگاهی هم سرزمین میتونه بیرحم باشه به خاطر شرایط اجتماعی سیاسی که داریم، هم تش داریم که طرفدارم بیرحمگاهی. چرا طرفداران ممکنه بیرحم باشن گاهی؟ چون متاسفانه هنوز بشری هستن که تو قاب غفلتن و شاید برداشت نمی کنن. میدونی چی میگم؟ من ازم خیلی کل سالی بود. یه نکته جالب که بخوام اضافه کنم در مورد ویژوال، همینجا که من پاس کردم و تو اینه داشتی میگفتی، یه تصویر خیلی خفنیه که یه سرباز پیاده در شطرنج که سیاهه، سیاه. نمادش میدونی میگه سیاهی و شر و پلیدی، اون شاه سفید رو زده، شاه سفید سقوط کرده و خوبیایی که حتی آره. میدونی وضع جامعه ما آفره. تو ویژوال رو دقت کنی، من کلا تو شعره تصویر تارت قاب کنه از کرما میسازه یه مار گنده، گفتیم کرده به توم توبه مثل حالایی خوندم واسه مرده، پای سفره تشامو خورده به دست بخت تومه میده نمره، این سفره لطف تومه هاست چون تمه هم تو گاوه هم تو گرگه، این فاحشه از کدوم مرز خونه هست که هاره تو دنیای بچه گونش، قبلا مثل اینو مسخ کردم چه فرقی دارن حالا سگ با جودش. اوه 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 اصلا کف کردم. من چقدر دوست داشتم اینو بگم اونجاش که خندش، اون خندهی که دلسوزانه راجع به این موضوع تو لحنش تو فلوش داشت، خیلی دوست داشتم. ساده دیگه با من خیلی خوب فلو قشنگی داره ساده. اگه یاد یا اشتباه نکنم ترک قبلی هم صادق باز گله اجتماعی داشت، به نظرم درسته. خیلی گله به این اجتماع و حالا بعضا مخاطباش داشت، اینجا من احساس میکنم باز
یه همچین چیزی رو داره میگه. خب میده. میگن گفتین کرده به تومه توبه مثل لالای خوندم، یعنی مثلا مضحکه. این ورس دو رو که شروع کرد یه چیزایی داره میگه که اصلا آدم میگه مثلا چه مضحکه، یعنی حالت مضحکونه به قول فرزاد خنده ترخم تو صداش. این برمیگرده به اینکه میگه با حال دنیاتون مستانه دیدن این همه چیزای مضحک. ببین یاد مسخ از فرانس کافکا هم میافتی، مخصوصا که اینجا دیگه خودش کن قبلا مثل اینو مسخ کردم. خیلی جالب بود برام. خودم محکوم به قتل خودم هم که اینطوری قلبم پاره پور است. من خیلی وقت بیرون لونم، کدوم بر اصلا راه خون است. لونه ما ویرونه بود، رئیس قبیله دیوونه بود، شیشه عمر این قبیله شکست، تلاش اهالی بیهوده بود. آیه ای هست نخوندم براش، هرچن اینجا دیگه موندن نداشت. وای بچه واقعا خیلی خوبه، یعنی حرفای صادق و امثال صادق رو باید بفهمی که عمق اعتراضی که تو حرفشون هستش رو درک کنی. دقیقا واقعا شدیدترین ترک های اعتراضی همین هاست، ولی اون اعتراضش رو باید به قول تو درکش کنی. آره. خب بعضی حرفا رو نمیشه مستقیم تو روت زد چون نه. نمیپذیری نه. خب باید نه. خودت بری در بیاری حرفو تا برات ارزشمند بشه و صادق اینجوری بیان میکنه این اعتراضه، این گله واقعا خیلی قشنگ داره میگه. دقیقا دیگه اجتماع ما رو داره میگه، ایرانمون رو داره میگه، شرایطمون داره میگه. و اونجا میگه چمدونم آماده است، دقیقا اینجا داره اشاره میکنه که چرا شد. چرا دقیقا بیهوده بود. آیه ای هست نخوندم براش، هرچن اینجا دیگه موندن نداشت. شیفری هم که پر کرد هواش بریدن، اما هم خون سر دراش. اینا رو سنگ قبرم بذارید، تاریخ تولد وقتی تابید، تاریخ مرگ هر وقت بیدارید، علت مرگ هیچ وقت نخوابید. خواب خوش این علت مرگ هیچ وقت نخوابید. اینا رو سنگ خیلی عجب پشمام ریخ، عجب چیزی گفت. علت من هیچ وقت نخوابید، هیچ وقت نخوابید. میگه تاریخ تولد اون آگاهی کشت. میگه تاریخ تولد از وقتی تابید، یعنی فهمید روشن کنه حرف بزنه. تاریخ تولدش یعنی از اون موقع است. من از اون حالا برمیگرده میتونه استعاره باشه از شروع نوشتنش، حرفای درست زدنش. خب تاریخ مرگ هر وقت بیدارید، یعنی مرگتون اونجا میرسه که بفهمید که چه لجنزاری رو زندگی میکنه. مرگتون اون موقع میرسه. چرا؟ یک چون با واقعیت ها روبرو میشید. زندگی براتون معنی هست. آفرین. خیلی کافکایی بود. خیلی. خیلی خوب. تاریخ مرگ هر وقت بیدارید، علت مرگ هیچ وقت نخوابید. خواب خوش اینجا سهرشون بود، با ماهی مرده شد سیدشون پر، بیشعوری شد بینشون پل، بین مردم با شیخ منگل. آقا بریدم دیگه بیشعوری. ببین بوری شد بینشون پل، بین مردم با شیخ منگل. بین مردم با شیخ منگل دیگه. آقا ترک این اترسته خفتر چی؟ اصلا دیگه حرفی نمیمونه، چی باید گفت؟ انگار بازم دلت شکست است، روزگار ازت دلگیر و خسته است. تو هر بار نرسیدی به مقصد، شدی شبیه هرچی میدادی از دست. تو انگار دیگه نمیشه سب کرد، آرزوات بهت نمیگن حرکت کنه. بحث نمیگن حرکت کن، یعنی که انگیزه ای نداری واسه حرکت کردن به دست آوردن. آرزوات خیلی سیاهه ها، آرزو نداشتن هم هست همین دیگه. امید آرزو اصلا خیلی داره، من دارم اشکم در میاد. چرا همش سر استاد من گریم؟ چون آدم وقتی حقیقتو میفهمه درکش میکنه، یعنی باش حال میکنی، میبینی یه سمت و سویی باشون اینجوری. حتی این سکوت اجباریه خیلی سخته. خیلی سخته که یه حقیقتی رو ببینی ولی کاری هم از دست بر نیاد. آرزوات بهت نمیگن حرکت کن. انگار اگه بریم از عمد، این کسی بهت اصلا نمیگه برگرد. ورس دو بی نظیر بود، یعنی میگم یه خود چون ورس یک شروع داستان بود اصولا که یه همچون ترکایی و چندین بار گوش کنی 100%،
و اگه اشتباه نکنم صادق همیشه تو ورس 2 تازه به تو یه گرایی میده که ورس 1 رو بفهمی. معمولا این طور بوده. آره چیزی آره، که منم یادم میاد حالا یا تو کورس یا توی ورس 2ش که تو ورس 1 رو بفهمی، حالا چه اون موقع که خودش تکی میخونه چه اون موقع که حالا یه کورس داره فیت خیلی خفنم با فرهاد و دلارام داشت اونم خیلی دوست داشتم. اینجوری به همدیگه گره میدن که ورسای همدیگه درک کنن. اینجا هم همینطوری بود. ورس 2 باعث شد که ورس 1 رو بهتر درک کردم، ولی واقعا یه جایی تو ورس 2 داشت اشکم نمیاد به خاطر اینکه انگار حس درونش رو لمس کردم. صادق خیلی به نظر من چیزی که من براش کردم، مثلا صادق حضوری ندیدم، شناخت شخصیتی ندارم ازش. من آرتیست رو از روی شعرش میشناسم، از روی کارش سعی می‌کنم، از روی آرتش میشناسم آرتیست رو. شاید اصلا 100% متفاوت باشه که نمیتونه اینطوری باشه، ولی آرتیستی که من از روی آرتش شناختم به نظر من اتفاقا خیلی آدم کالم و ساکت و به قول خوش همیشه تحصیل کرده بود، درونگرا و اینکه از بیرون میشینه نگاه میکنه و حرفاش رو شاید مستقیم تو نظر و چقدر با من نمیدونم اون یک ترک هم گفتم که با من هم همزا فدایی کردم و اشکم در اومد. اینجا هم داشت اشکم در اومد. آره ببین صادق آرتیستی که به اصطلاح میگن در دلش اشک میریزه. آفرین. اینطوره و به خاطر اینه میدونم که خیلی حرفایی که میزنه من خودم بغضم میگیره به خاطر اینکه احساس میکنم اینجا رو منم اینجوری فکر میکردم، یکی دیگه هم داره اینو میگه و برام خیلی جوابه، خیلی حال میده دیگه. آفه. اون لحظه قشنگ میدونی تاچ میکنه احساستو دیگه و کار آرتیست اینه و تو هم این حس رو همیشه داری نسبت به این کار. به هر صورت بچه آدمتون گم تا آخر این ویدیو از این کارست که من ویدیو قطعا دور میشکنم. آره تو درگیری درگیش. خیلی عالی بود، دمتون گم تا آخر ویدیو هم رو من آنید تو بودیم. حتما مورد نظرمون هم که کامنتای شما رو خونیم و بچه نظر بدیم من درک کنم بهتر کارو و اینکه باز از دلارام عزیز تشکر کنم، چقدر حضورش خوش رنگ بود تو این داستان، چقدر قشنگ بود حضورش و پدرام آزاد کشتی ما رو. کجا بردی کجا آوردی اصلا دیوانه کردی ما رو. این کار تیمی این تیمو من خیلی دوست دارم چون کاراشون خیلی به دل من و آنهایی تو میشنه. دمتون گرم تا آخر ویدیو همراه من و آنهایی تو بودید. بعد بکسه چش و چالم از هر جای دنیا ما رو میبینید پر از آرامش بی نهایت. دوستتون داریم. خدا.